اما used to دوستان used to. خب اینو کجا استفاده میکنیم؟ دقت بفرمایید، خیلی مهمه واقعا. ما خیلی استفاده میکنیم، مخصوصا ما ایرانی ها که آدم های خاطره بازی هم هستیم و خیلی اهل خاطره و خاطرات هستیم، خیلی استفاده میکنیم. مثلا وقتی بچه بودم یادش بخیر خیلی فوتبال بازی میکردم، یا مثلا وقتی دانشجو بودیم هر هفته میرفتیم کوهنوردی، یا مثلا وقتی که با برادرم زندگی میکردم هر شب میرفتیم پارک. اینها چیزاییه که ما خیلی استفاده میکنیم. در گذشته یه کاری رو مکررن انجام میدادیم، مثلا وقتی بچه بودیم هر روز فوتبال بازی میکردیم. اوکی؟ وقتی که بخوایم به کاری اشاره کنیم که در گذشته همیشه انجامش میدادیم، یعنی مکررن انجام میدادیم، حالا یا هر روز بوده یا هر سال بوده یا هر هفته بوده، فرق نمیکنه، باید از used to استفاده کنیم. تموم شد. و بعد از to هم باز اصرار میکنم روی این جمله و این نکته، بعد از تو باید فعل ساده بیاد دوستان، فقط فعل ساده میاد، used to فعل ساده میاد به دنبالش. خب مثال هایی رو زدیم، دقت بفرمایید. مثال اول: When I was a child I used to play guitar. When I was a child، وقتی که بچه بودم، I used to play guitar، گیتار میزدم. بعضیا نمیدونم به چه علت used to رو میگن عادت کردن. نه، به معنی عادت کردن نیست دوستان، دقیقا مفهومش همین چیزه که الان خدمتون عرض کردم، کاری که در گذشته مکررن انجام میشده. ببین، گیتار میزدم کی؟ وقتی بچه بودم، ولی چون مکرر بوده یعنی تکرار میشده، حالا یا هر روز بوده یا هر شب بوده فرقی نمیکنه، خلاصه بود تکرار میشده، بعد از used to استفاده کنیم. When I was a child I used to play guitar. عزیزم سلام، از همه شما دعوت میکنم به پیج اینستاگرام و همینطور کانال آموزشی تلگرام من وارد بشید. نکته جالب این هست که دوستان، مطالبی رو که در این دو قرار میدم یکسان نیستن، یعنی شما میتونید مطالب آموزشی زبانهای مختلف رو در واقع در اینستاگرام و در کانال تلگرام من دنبال کنید، مطالبی که در واقع به صورت جدا هم من قرار میدم و یکسان و تکراری نیستن، اما عنوان هر دو اینها یکیه، یعنی هم اینستاگرام و هم تلگرام من علی کیانپور 1987 هست و به جز این دو هیچ پیج دیگه‌ای بنده دوستان ندارم، نه در اینستاگرام و نه در تلگرام. موفق باشید.